سلام دوستان، در بحث حروف اضافه و ربط دهنده ها یک سری نکات بسیار بسیار کوچک هست که اینا رو باید دقت کنیم. ما در فارسی عموما به اینها دقت نمی کنیم، اما در انگلیسی دوستان باید دقت کنیم. مثلا استفاده از after دوستان میتونه به معنی بعد از باشه، میتونه به معنی بعد از اینکه هم باشه. حالا ممکنه بگید اصلا فرقش چیه؟ خب دوستان فرقش اینه، اگر ما بگیم بعد از اینکه، خب اصلا در فارسی چطور میشه؟ بعد از اینکه من مثلا تکلیفم رو تموم میکنم، ها ببینید، بعد از اینکه من تموم میکنم تکلیفم رو، یعنی اگر بگیم بعد از اینکه باید جمله بیاریم، باید فاعل و فعل بیاریم. After I finish my homework، بعد از اینکه تکلیفم رو تموم میکنم، یه جمله کامل، یعنی فاعل، فعل و سایر اجزای جمله. اما اگر بگیم after به معنی بعد از، اگه بخواهیم بعد از استفاده کنیم چطور میشه؟ بگیم بعد از تمام کردنه. حالا دیگه دوستان after یه حرف اضافه است و دیگه جمله دنبالش نمیاد. بعد از تمام کردن یعنی دنبالش یه فعل میاد. خب در اینجا دوستان بعد از اگه بگیم، نه بعد از اینکه، اولی بعد از اینکه بود، دومی بعد ازه. اگه بگیم بعد از یعنی حرف اضافه است و به دنبال حروف اضافه باید فعل ing دار بیاد دوستان. After finishing، بعد از تمام کردن my homework، تکلیفم حالا و ادامه جمله رو میدیم. پس بگیم دوستان جمله اول بعد از اینکه من تکلیفم رو تموم میکنم، After I finish my homework. اما جمله دوم بعد از تمام کردن تکلیفم، After finishing my homework. به این صورت دوستان ببینید با یه برداشت متفاوت ساختمان جمله عوض میشه. من همیشه اینو عرض میکنم دوستان، کلمات بار معنایی دارن. همونطور که در فارسی بیان عوض میشه، دقیقاً به همون صورت در انگلیسی هم بیان عوض میشه. باید حواسمون باشه به این تغییرات دوستان که بتونیم به صورت دقیق و بدون اشکال صحبت بکنیم. و این دوستان یکی از شرایط اصلی هست برای خصوصا دوستان که میخوان در آزمون آیلتس نمره بالایی بگیرن. سلام خدمت هموطنان عزیز خارج از کشور. دوستان از هر جای دنیا که هستید میتونید با ما تماس بگیرید و از کلاس های 100% تضمینی آیلتس، تافل و مکالمه زبان انگلیسی ما و همچنین سایر زبان ها مثل آلمانی، روسی، فرانسه، ایتالیایی و اسپانیایی و همینطور عربی استفاده بفرمایید.